ادامه برنامه از رایگو هست و دوباره خوش آمده. تشکر از همراهی توجه شما دوستای عزیز و گرانقدر. ما مهمان داریم در برنامه از رایگو، جناب استاد شیراحمد امیری، استاد در یکی از مراکز علوم قرآنی در ولایت هرات، و جناب قاری صاحب مهراب الدین امینی، یکی از شاگردان این مرکز علوم قرآنی. و صحبت های جناب استاد امیری پیرامون اهمیت مراکز علوم قرآنی و انشاءالله توصیه ها و پیام هایی که برای والدین و دانش آموزان، دانشجویان و مردم عزیز ما دارن، و همچنان تلاوت بسیار خوب و زیبایی از جناب قاری صاحب امینی همچنان در لابلای برنامه هایی داشت. بسیار خوش آمده، وقت شما بخیر. شما هم خیلی خوش آمدین قاری صاحب. سلام باشین. جناب استاد، درباره اهمیت مراکز علوم قرآنی میخوایم صحبت شما رو در ابتدا مقدمه شما داشته باشیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب محضر تمام بینندگان خوب تلویزیون جهانی اصدار و نظر شما استاد گرامی. رابطه به جایگاه و جایگاه مراکز قرآنی، از خود قرآن معلوم میشود که قرآن یک جایگاه خاصی دارد. پس مراکز قرآنی میکوشد تا اینکه قرآن را برای تمام برادران مسلمان ما برساند، برای تمام اقشار جامعه، چه از برادران کوچک ما باشد و چه از خواهران ما باشد و چه از بزرگسالان. برای اینها از داخل همین مراکز قرآنی میتواند پیام خوبی داشته. بسیار خوب. پس طبق صحبتی که در ابتدا داشتین، خود قرآن کریم و طور سریح بیان کردن پیام و همین صحبت هر و اینکه برسانیم قرآن کریم رو به دیگرا و هر فردی که قرآن کریم رو یاد داره، چقدر خوبه که مصداق آیه مبارکه و حدیث شریف همچنان برای دیگران و سایر مردم همچنان این علم و این کتاب خداوند در برسانه انشاءالله. امروز چقدر در شهر ما شما مشاهده میکنین جناب استاد فعالیت های مثمر مراکز علوم قرآنی را؟ الحمدلله میبینیم در گوشه گوشه شهر ما مراکز قرآنی الحمدلله فعال است، و امروز ما در جامعه خود خیلی کم میبینیم که از پسرانی که در سنین 10 سال یا 15 سال یا 20 سال است از جوانان ما قرآن را یاد نداشته باشند. حتما یاد دارند، چون مراکز قرآنی در هر گوشه و کنار هست و الحمدلله این پیام قرآنی را به هر کدام رساند. بسیار خوب. و اشاره کردیم که فعالیت این بسیار خوب و مؤثر بوده. جناب قاری صاحب مهراب الدین جان امینی، از شما میخواییم بشنویم درباره حفظ شما و اینکه حفظ قرآن کریم چه مدت زمان طول کشید که تکمیل کردین و از چی وقت آغاز کرده بودین؟ اولتر از همه سلام عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون جهانی اصلاح. به حفظ قرآن کریم در سال 1396 من شروع کردم و در سال 3 سال طول کشید که من حفظ تمام کردم و تا حالی هم شاگرد غیری سب هستم. ماشاءالله. در سال 1396 زیاد وقت میگذره از وقت تقریبا شاید بالای 7 سال بگذره از او زمان. چند ساله بودین شروع کرده بودین حفظ قرآن کریم؟ من 10 ساله بودم که حفظ قرآن کریم شروع. نام خدا. در سن 10 سالگی و در سن 13 سالگی تمام کرده. بله. و چی شد که حفظ قرآن کریم شروع کردین مرابط اینجا؟ شوق و علاقه من خیلی به چی شده، وقتی که به محافل میرفتم میدیدم که اکثر به همه شاگردان دستاربندی میشدم، شوق من هم گرفته، گفتم خیلی خوبه که من این قرآن کلام عظیم شأن خداوند جل جلاله را حفظ کنم و دستاورد برای آینده هم باشم. بسیار عالی، ماشاءالله. در همون سنین 10 سالگی، چون سنی نیست که بیشتر اطفال مصروف بازی و سرگرمی و تفریح، ولی شما علاقمند حفظ کتاب خداوند متعال شدیم و این خود یک نعمته. تشویق والدین چگونه بود وقتی شما تصمیم گرفتیم که حفظ قرآن کریم را شروع کنیم؟ تشویق والدین هم اول گفتم هنوز
خودی نمیتوانی که چی بکنی، اما من خودم گفتم نمیتوانم. اونا گفت خیلی جدیگری نکنه که چی، گفتم خب پس برو. یعنی گفتن که مو علاقه ای که دارین مشکلی نداره، ما سخت نمیگیریم، شما میتونین شروع. بله بسیار خوب، آفرین. جناب استاد، انگیزه خود عزیزان و شاگردانی که میارین به مراکز علوم قرآنی چگونه هست؟ و اون قسمی که رئیس مراب دین جان گفتن در سنین بسیار پایین شروع به حفظ قرآن کریم کرده بودن. واقعا از دید خود مراکز قرآنی که ما داریم و بعض مراکزی که ما رجوع میکنیم اونجا اونا رو میبینیم، الحمدلله اگر برنامه باشه خود شاگردا شوق و علاقه زیاد دارن. یعنی وقتی اونا ضایع نشه و در ضمن هم برنامه های درسی اینا منظم باشه و خود به خود علاقه و شوق اینا زیاد میشه و الحمدلله میبینیم که هی شاگردا واقعا دوست دارن، میدونن که یکی از نیازهای ما اینه که ما قرآن باید یاد داشته باشیم، یعنی کلام الله متعال یاد داشته باشیم و اونها الحمدلله شوق ذوقی زیادی دارن، همینطوری که قریص میرابدین جان علاقمند بودن و همین حال هم شاگردای ما داریم که خیلی علاقمند مشتاق قرآنن که قرآن صحیح یاد داشته باشن. بسیار خوب. یعنی کوچکترین شاگردی که شاید نزد شما یا نظر و علاقمندی خود از یا والدین آورده باشن شروع به حفظ قرآن کریم یا یادگیری قرآن کریم کرده باشه چند ساله بوده؟ میرابدین جان هم از جمله شاگردان خورد ما بودن، والک الحمدلله بزرگ شدن و یک کاری صاحب دیگه هم بودن از اینا کوچکتر به نام عبدالباسط جان که اونا واقعا خیلی علاقه مند قرآن بودن، هم صوت زیبایی داشتن و این حال هم شاگردانی داریم که خیلی خوردن و در سن 6 سالگی و 7 سالگی نام خدا خیلی قرآن زیبا میخوانن، از جمله برادر قریص میرابدین جان که صلاح الدین جانه، تقریبا سن اینا 8 الی 9 بیشتر نیست ولی قرآن خیلی به طور زیبا میخونه و شوق بزرگی بسیار زیادی داره که کلام الله رو هنوز بهتر یاد بگیره. ماشاءالله، پس آینده بسیار درخشان منتظر از اون هست. جناب استاد، بحث فعالیت های مراکز علوم قرآنی رو هم قبلا اشاره کردیم، درباره دروس و برنامه هایی که در نظر گرفته میشه برای شاگرد اگر اشاره داشته باشه. الحمدلله هرات بالخصوص در افغانستان، هرات در هر کجا میدرخشه و از مراکز قرآنی و پوهنتون ها و مراکز آموزشی دیگر هم و الحمدلله در بحث قرآن عظیم الشان هم مراکز قرآنی در سطح هرات الحمدلله خیلی زیباه و خیلی هم شاگردان اینا می درخش الحمدلله. و برنامه هایی که داخل مراکز قرآنی قبلا ما تقریبا 50 الی 60 70 تا شاگرد داشتیم و یک اینا رو درس می دادیم و الحمدلله حال به طور گروهی شده، یعنی 30 نفر الی 40 نفر یک گروه میشن، اینا همه با هم همدرسن. شاگردایی که در سطح بالاترن یعنی زود درک میکنن و زود یاد میگیرن اونها به صفحه اول ششتن و اونایی که دیرتر یاد میگیرن به آخر، از این اول شروع شده تا به آخر میرسه و اینا همه تا خونده میرن تا اونایی که یاد نداره هم یاد میگیرن، خوب زیبا یاد میگیرن. یعنی ما قبلا نیم ساعت شاید به یک شاگرد یا دو شاگرد وقت بگذاشتی ولی حال همون نیم ساعت میتونیم برای 30 شاگرد هم وقت بگذاریم. یک بار اگه ما تکرار بکنیم و یک شاگرد روسی یاد بگیره و خوانده تا باخر برن، 30 نفر تکرار میکنن و اون شاگردی که یاد نداشته باشن او هم یاد میگیره. یکی از برنامه های جدیدی شده که از طرف ریاست حج و اوقاف این برنامه ریزی شده و در ضمن از اینکه پلوی که قرآن یاد میگیرن نصاب تربیتی هم هست که در بخش عقاید، در بخش سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، در بخش دعا و زبان عربی و اشعار و اینها هم داخل مراکز قرآنی الحمدلله حال تدریس میشه و شاگردا واقعا حال دانستن و میدانن که قرآن چی جایگاهی داره و جایگاه ما چیست. واقعا یک الگوی داخل جامعه شاگردا از لحاظ از اینکه احادیث قرآن، احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم حفظ کرده. ماشاءالله بسیار خوب. پس روش تدریس به صورت گروهی و دسته جمعیه و هر یک بعد از دادن درس تکرار میکنن همون درس تا که به گفته شما با آخر میرسه. یعنی اگر 30 نفر باشن 30 بار گوش کنه، باز خود از اون بخونه مطمئنن که تا
طبعا یاد میگیره دیگه. هر شو هم گفته شما ناخوان باشه و یا هم دیرتر یاد بگیره، بعد از 30 بار گوش کشیدن مطمئنا بهتر تر میخونه. جناب استاد، بحث انگیزه خود شاگردار چگونه میبینین؟ گشت قبلا اشاره داشتین، امروزه نسبت به یادگیری علوم قرآنی و علوم دینی چگونه هست؟ شاگرد از طرف خانواده تشویق بشن و جایگاه قرآن به اونا واضح نشان داده بشه و استاد هم برای اونا الگو باشد، یعنی جایگاه قرآن و عظمت قرآن با اونها نشان بدن، خود به خود اونا علاقه پیدا میکنن. قلب یک بچه خود یعنی پاک و پاکه، او رو وقتی به دست استاد تقدیم میکنن میتونن هر طوری خط خط بکنن. نه، پس میتونه استاد یک انگیزه زیادی برای شاگردا بده که بالاخره شاگردا خود به خود انگیزه بگیره. و اگر در مراکز قرآنی برنامه باشه، و الحمدلله که حال هست، اگر برنامه داشته باشن، برنامه‌های از اونها به طور منظم پیش بره و شاگرد خود به خود علاقه پیدا میکنه. و طوری که به شما گفتم که ما گروهی درس میدیم، شاگردی که زود درک نمیکنه، زود درس یاد نمیگیره، اگر او تنها درس بدیم شاید کمتر به او وقت بگذاریم، او صحیح درس یاد نگیره و انگیزه از او گرفته میشه. و وقتی که ما برنامه خوب داشته باشیم، او هم درس صحیح یاد بگیره، شوق علاقه زیادتر میشه. و در ضمن هم که وقتی حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم رو بشنوه که بفهمه و درک بکنه که جایگاه او کسی که به کندی یاد میگیره، به سختی یاد میگیره، چقدر جایگاه بالایی داره، خود به خود ذوق و شوق او بیشتر پیدا میشه و او علاقه و همه چیز. دقیقاً این نکته بسیار خوبی که در ابتدا اشاره کردین، در قدم نخست والدین به نحوه مسئول هستن تا اون شوق و ذوق علوم قرآنی و تشویق و حمایتگر فرزند خوب باشن تا که به مراکز علوم قرآنی و دروس دینی بپردازن و این علوم رو یاد بگیرن. طبعا هر چه در سنین پایین تر اقدام بشه نتیجه بهتر میگیرن و درس هم زودتر به ذهن از اونا مینشینه. خب جناب مهراب الدین جان امینی قاری صاحب، گفتیم که 3 سال طول کشید تا قرآن کریم را حفظ کردیم. چگونه بود این 3 سال؟ چه فراز و نشیب ها، چه خاطراتی سپری کردین؟ آیا شده به خاطر درسایی که داشتین اگر به محفل خبر بودین نرین، یا شب تا دیر وقت بیدار بمانین تا درس خود را حفظ بکنین، یا نه؟ ما خیلی کوشش کردیم که قرآن کریم به خاطرات خیلی جالبی هم داشتیم. خود به وقتی که شعر درس خور یاد نمی گرفتم، می ششتم تا یاد می گرفتم. به اگر که من مقدشتم به سوا صبح میمون درسم یاد نمی داشتم دیگه. پیش غریسه به اگه می رفتم درس خور به خیلی که به شعر رقمی که دل شما می خواست نمی شد. نه نمی شد به رقم. بعد امید شعر می ششتم باید درس خور حفظ کنم که خود به با صبح هم بطانو برای غریسه به اون درد ماشاءالله. یعنی تا زمان درس حفظ نمی کردین شاید خواب هم به چشما شما نمی آمد؟ نه خیر. بسیار خوب، پس خاطرات و دوران بسیار خوبی پشت سر گذاشتین، درس این بسیار پایین. و خانواده چقدر رمایت کردن شما، چقدر تشویق کردن و حتی وقتی که تمام کردین چه احساسی داشتن؟ ما خانواده ما خیلی مار تشویق میکردم، میگفتم درسای خود رو خیلی بخونه، امی درس به دردشون میخونه، هیچی دیگه به درد شما نمیخوره که بیزی کنیم یا که دیگه کاری بکنه، فقط درس به درد شما میخوره. و در وقتی که من دستاربندی شده بودم خیلی احساس خوبی داشتم، خانواده من خیلی احساس خوب احساس خوشی داشتم. و وقتی که من دستار فضیلت رو پیش داده بودم خیلی خوشحال بودم و خانواده من خیلی خوشحالتر بودم. ماشاءالله. اگر آماده باشین تلاوت کوتاهی از شما بشنویم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. ما شاء الله، جزاك الله. تشکر غریسه بامینی عزیز، واقعا صدای رسا و صدای بسیار زیبا و عالی دارین. اگر قرار باشه توصیه و پیام و گفتنی داشته باشین برای همسن و سالا، جوانان و جوانا و حتی والدین، چی گفتنی، چی پیام دارین؟ توصیه این است برای کسانی که والدین عزیز بچه های خود را ری کنه به مسجد، هیچ چیز دیگه به درد از اونا نمیخوره، فقط درس دیگه، هیچی به درد از اونا نمیخوره. و بچه هم خیلی کوشش کنم، خیلی کوشش کنم درس بخونم و به مراکز علوم قرآنی، به کورس ها، مکتب ها برون، وقت خود را در ندم به بیجا به دیگه کاره. تشکر، تشکر. و جناب استاد امیری صاحب، از شما میخواییم بشنویم توصیه شما به والدین، برای شاگردان و در کل عموم بیننده های عزیز. دوستان عزیز، توصیه ما من حیث برادر کوچنک برای تمام برادران مسلمان ما اینه، همون که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمای خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما کسی که قرآن یاد بگیره و به دیگران یاد بده، و در روز قیامت همین قرآنه که ما هم میتونه شفاعت بکنه و هم میتونه شکایت بکنه. اگه ما حافظ قرآن باشیم و عامل با قرآن باشیم، در روز قیامت که پدر از فرزند فرار میکنه و فرزند از پدر، همین فرزند در روز قیامت برد پدر خود میدود تا اینکه تاج عزت را بر سر پدر بگذارد. پس جایگاه قرآن خیلی بالایه. برای همه دوستان ما اینه، در طول زندگی خود، در ایام زندگی که میگذرانه، حتما روزانه وقت بگذارن برای قرآن، برنامه داشته باشن برای قرآن. قرآن خودی و ذکر پروردگاره. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، قلب های ما زمان آرام میگیره که ما زبان ما معطر با ذکر یاد الله متعال باشه. وقتی ما قرآن تلاوت بکنیم در خلای شب روز، ذهن ما آرام میشه و قلب ما آرامش میگیره. پس توصیه ما اینه که در خلای شب و روز تمام دوستانمان، تمام برادران مسلمانمان برنامه داشته باشن بر قرآن و قرآن تلاوت بکنن. سپاسگزاریم از شما جناب استاد شیر احمد امیری و آقای صاحب مهراب الدین امینی، موفق باشید. همتنان عزیز و گرامی و بیننده های بسیار خوب برنامه عصر عریبا، از همراهی شما خوبان و دوستان عزیز سپاسگزاریم. انشاءالله در ادامه برنامه همچنان با ما همراه باشید.